بسم الله الرحمن الرحیم. مردی نکوکار گرفتار نمی شود. اگر رفت و گرفتار شد مشکله براش آمد، نفر پیدا می شود که دستش بگیره. در خلافت سلیمان ابن عبدالمالک از سلاله اموی ها نفر با نام خزیمه زندگی میکرد. خزیمه برای نیازمندان و بی‌نیازان کمکی زیاد میکرد. دستی بیچارگان میگرفت، یتیمان سرپرستی میکرد. گردش ایام و زمانه به اونجا آورد رسان که خزیمه بسیار مرد کمبغل شد. تا جایی رسید که خزیمه در خونش برای یک روزه نان نمیافت. نفرهایی را که خزیمه کمکشون میکرد یک مدت کمکش کردن و کمک اونا را هم قطع شد. والی منطقه یعنی رئیس شهری من، همون شهری که زندگی میکرد، اکریمه نام داشت که به نام فیاض مشهور بود. برای چی فیاضش میگفتن؟ برای اون که بسیار مردی نکوکار و کمک رسان بود. اکریمه زیاد علمای منطقه را نزد خودش دعوت میکرد، ضیافت چون میداد و همراه اونا مشورت میکرد. بعد چند مشورت ها دید که خزیمه نیست. از اطرافیاش پرسید که خزیمه کجاست؟ گفتن خزیمه گردش ایام به جای آورد رسان که بسیار مرد کمبغل شده، در خانه همراه زنش تنهاست و در را بروی خودشان بستن. اکریمه به خودش میگه که خزیمه ای که از فقر نمیترسید، از کم شدن مالش نمیترسید، کسی پیدا نشد که دستی او را بگیره. شب می شود، خزیمه در روش یک چیز می پوشانه و تنگه زیاد همراهش می گیره. نزد دری خانه خزیمه می آید، در می کوبه. خزیمه نگه کیست؟ رئیس شهر میگه راه گذر. در باز میکنه و رئیس شهر داخل می شود و اون خلطه ای که همراهش داشت در نزد خزیمه میگذاره. خزیمه از رئیس شهر میپرسه که تو کی هستی و این از کجاست؟ رئیس شهر که روش پوشانده بود، کسی نمیشناختش، و خزیمه میگه من درمانگری شکسته های نکوکارانم و از خانه بیرون میشوم. خزیمه در اون تاریکی نمیبینه که در این بارخلطه چی است. زنش میگه یک روشنایی بیار تا ببینیم که در بارخلطه چی داره. زنش میگه قسم به خدا چیزی نداریم که روشنایی بکنه از بیچارگی و ناداری. رئیس شهر وقتی خونش برمیگرده در نزد قصرش زنش انتظار شد. زنش میگه رئیس شهر در این نیمیشوی بجز خانه زنی دیومش جای دیگه نمیره. رئیس شهر همون قدر میگه که من جای خانه زنی دیوم نرفته بودم، جای دیگه کار داشتم. زنش میگه پس بگو کجا بودی. بعدی پافشاری زیاد رئیس شهر میگه همین قدر سوم برای خزیمه کمک کردم. و زنی همین رئیس شهر دختری عمه خزیمه بود. بعدا سحر میشوه، خزیمه این مبلغا را میبینه، خیلی خوشحال میشوه، سجده شکر میکنن و شکرانه از خداوند میکنن، قرضاشون را میکنن و زندگی خوبشان را بر راه میگذارن. از بین یه مدت میگذره، خزیمه نزد خلیفه میروه و خلیفه میگه خزیمه چرا چند وقت است که از ما خبری نمیگیری؟ خبرت نیست؟ خزیمه سرگذشت نقل میکنه و میگه یک نفر آمد ناشناس، مرا همیشه کمک بسیار خوب کرد که شرایطم تماما دیگر شد. خلیفه میگه که اون نفر کی بود؟ خزیمه میگه ای کاش میدونستم کی بود، فقط گفت که من درمانگری شکسته های نکوکارانم. خلیفه میگه ای کاش میدونستی که اون مردی نجیب و عظیم کی بود.
خلیفه اکریمه یعنی رئیس شهر همون منطقه‌ای که خزیمه زندگی میکرد از رئیسی میگیرد و خزیمه را رئیس اون منطقه میگذارد. خزیمه قرار خلیفه را میگیرد، نزد اکریمه میآید و اکریمه را باید چهره کشاد پیشوازش میگیرد. با اکریمه میگه که مرا خلیفه رئیس همین منطقه گردان، رئیس شهرم گردان. اکریمه میگه خوب خیر است انشاءالله. خزیمه حساب و کتاب میکنه، یک مقدار سوم در بوجه نمیرسه. از اکریمه میگه این مبلغ در کجاست؟ اکریمه میگه در نزد من نیست. خزیمه میگه پس در نزدت که نباشه، از مال و ثروت خودت این مبلغ را پر کن. اکریمه میگه من مبلغی ندارم. پس میگه روانه زندان میشه، در دست زنجیرها را میبندن و رئیس شهر اون وقت را داخل زندان میکنن. این حالت از زنش میبینه، زنی رئیس شهر، طاقت نمیکنه دیگه، سیره در دلش قپیده نمیتونه. نزد خزیمه میآید. خزیمه را میگه ای خزیمه، با نفری درمانگری شکسته های نکوکاران همی خیر رفتار میکنی؟ خزیمه از جاش میخیزه، میگه آیا ای اکریمه بود؟ آیا رئیس شهر همون اکریمه بود که ما را کمک کرد؟ میگه بله. با کسی صحبت نمیکنه، راست زندان نزد اکریمه میره، یعنی رئیس شهری همون وقته، با یک آب چشم ریزان، با یک گیریه و فیغان زنجیرها را از دست اکریمه باز میکنه. اکریمه حیران میشه و چرا گریه میکنی؟ چرا زنجیرها را باز میکنی؟ با اکریمه میگه خدایا مرا ببخش، بسیار خطایای بزرگ کردم. اکریمه میگه چی سر گریان کرد؟ خزیمه میگه نکوکاری تو، انسان بهترین بدن تو مرا گریان کرده است. از دستش میگیره و راست به قصدش میبره، یک خوراک گرمش هم میتیه و خود همون روز نزد خلیفه میآید. خلیفه وقتی خزیمه را میبینه حیران میشه، میگه ای خزیمه، من تو را نو رئیس شهر اعلان کردم، همه اون منصب را گذاشتی، همه اون کارا را گذاشتی، نزد ما آمدی، چه چیز است؟ خزیمه میگه نفری درمانگری شکسته های نکوکارا را میگه همراهم آوردم، فکر کنم که تو را مشتاق دیدار شی. خلیفه از جای میخیزه و پیشانی اکریمه را میبوسه و میگه ای ابن عبدالمالک، در کارهایت بسیار سرانسیمگی کردی. اکریمه را در منصب خودش باز میگردانند، 10,000 تنگه دیگر براش میتین. برادر و خواهر عزیز، کسی واقعا از برای خدا کسی را کمک میکنه، این را بدانه که خداوند این کمک او را هیچ وقت فراموش نمیکنه، او را روز بعد روزها برای او میگردانه، با امیدی کمکی واقعی از برای الله در پناه خدا.